سارا تبریزی، واپسین قهرمان تاریخ ایران. مهسا ببینید چه کار کرد، نیکا ببینید چه کار کرد. هر دم از این آتشکده سوزان آریایی اهورایی جرقی بیرون میپرد و خانمان دشمنان ایران تازیان اشغالگر رو میسوزاند. نکته مهم بچه ها، نکته مهم، اجازه ندید بیان روی شبکه‌های اجتماعی تبلیغات تازی ها رو بکنن. و الان توی شبکه‌های اجتماعی فقط یک یارو هست که کتک خورده و الان از بچگی خودم میشناختمش و این الان کار امنیتی که داره میکنه قد یک سپاهه، قد یک لشکر داره کار میکنه. میاد و به جای که انتقام کتک خوردناش و زنداناش رو بگیره، میاد مرتب تبلیغ تازی ها رو میذاره، حرفای تازی، چیزای تازی. شما هم این پایین بهش کماند فوش میدین، نه ببندین حسابشو. اینجور آدم ها وجود نباید داشته باشن تو سرزمین ما، تو خونه ما، تو زندگی ما، تو جشن نوروز ما بیان تبلیغات تازی که شما زیر پا گذاشتین با اینا رو زرنگ باشید، تشکیلاتی سازمانی کار بکنید. من خیام و این جهان فرسوده رو 30 سال پیش نوشتم در نیمروز، بعد کتابش کردم، بعد استاد انوشیروان روحانی میرفت آلمان دادم خوند، آلمان رسید به من زنگ زد گفت اینو نوار کن، نوارش کردم، رو سی دی هست، رایگان میتونید گوش کنید. این روایت سیاوش اوستا از خیام، حسن صباح و خواجه نظام الملک یه روایت نوین و جدید و واقعی است. اون پنهان شده های تاریخ رو من براتون باید کردم، چون امین معلوف یه کتابی نوشت همون موقع ضد ایرانیست، اومد از خیام تعریف کرد، حسن صباح رو زد. قهرمان حسن صباحه، حسن صباحی که خیام رو به جایی میرسونه در سطح جهان، جهانیش میکنه و غیره. اون حسن صباحی که میاد پایه های اقتدار غرب و عرب رو در شرق میلرزونه و تا مصر رو چه و چه و دنیا رو میگه من بر دنیا حکومت میکنم، میکنه از اون قلعه الموت. قلعه الموت رو از فرانسوی ها به زور میگیره و نشون میده. همه اینها رو ما ایرانمون، نه با میلیاردها دلار پول که همش خرج فاطمه سکینه حسن حسین کردن میکنم با فیلماشون میسازن. مصر در ماه رمضان امسال از روز اول شروع کرد یک سریال، فکر کنم 30 قسمت بشه تا حالا، 15-16 قسمت شده، 30 قسمت شده، به نام الحشاشین ساخت. من از کارگردان این آقای پیتر میمی هست بسیار بسیار سپاسگزارم. عبدالرحمن این قصه است که از نوشته های من نیست، به زبان های مختلف منتشر شده، چیزهای اقتباس کردن، آزادانه اجازه دادم، سپاسگزارشونم هستم. مردم دلیر مصر این سریال رو ساختن و بعد کارگردانی عبدالعزیز کریم کم، عبدالرحمن کمال، عبدالعزیز کریم و بیش از 1000 نفر این سریال رو تهیه کردن. الان بازنویس پارسیش هم در صفحه تلگرام ما هست، میتونید ببینید. در یوتیوب نمیشه بگذاریم چون کپی رایت داره، این رو در تلگرام ات اوستا 7000 رو میزنین، اوستا 7000، و در تلگرام ما میتونید این سریال رو ببینید. زیرنویس فارسی هم داره که ببینید آقا قهرمانی ها اینه. من همون سال که خیام و این جهان فرسوده رو برای شما ساختم، درس بود بهتون دادم و اونایی که باید بگیرن گرفتن که چگونه با رژیم تازی مبارزه کنم، اون درس رو گرفتن. الان هم باید درس بگیرن. قهرمانان ما رو اجازه ندیم که بیگانه ها بیان به خاطر جنگ هایی که داشتن و داریم با هم و فلان و نبردی که با آخونده ما خودمون داریم، اینا بیان بزرگان تاریخ ما رو بزنن. حسن صباح بابک خرمدین پیروز است. من موسا رو وقتی که زندگی نامش رو میگم و دنیایش نوروزی و اینها یاد میکنم، موسا رو میگم اسپارتاکوس پیروز. خیلی ها تو نمیدونستید حرفای من خیلی ها رمز داره، رمزها رو باید در بیارید بفهمید. اسپارتاکوس پیروز موساست. اسپارتاکوس میخواد یهودی ها نجات بده، نمیتونه، میکشنش خودش و یارانش. ولی اسپارتاکوس پیروز که میاد یهودی ها نجات میده،
جدا از اینکه کوروش هم هست، کوروش چیزی هست و از خود یهودی ها، موسی هست، قومش برمیداره از نیل عبور میده. حالا حسن صباه اسپارتاکوس پیروز ایرانی هاست، یعنی بابک خرمدین پیروز. در فرانسه وقتی که به یک کسی میخوان میگن جنایتکار، جانیش، قاتل، تروریست، میگن اساسن. این فرانسوی ها چون هاش رو اچ ه رو تلفظ نمی کنن، اگه کسی میشه حسن باشه میگن اسن. مثل اعراب که نمیتونن پ رو بگن، به پاریس میگن باریس، به پلیز میگن بلیز. فرانسوی هم چون هاش رو نمیتونن تلفظ کنن می نویسن حسن، می خونن اسن. حالا برای حسن صباه چون خنجر می اومد می زد تو تخت خواب خلیفه، تو تخت خواب امیران ارتش غرب اروپا، می گفت زندانی های ما رو آزاد می کنید یا فلان کار می کنید، اگه نه خنجر دیدی خودتون می خوره تو قلبت. همین ایرانی ها زمان جنگ ایران را همین کار با آمریکا کردن، سرداران دلیر ایرانی که با آمریکا جنگیدن. روی میز کولین پاول وزیر دفاع آمریکا نامه میذاره، ببین تا چه حد من به تو نزدیک هستم. ایران محافظاش صدا میزنه میگه اینجا ما تو پنتاگون هستیم یا نه؟ میگه آره. میگه نامه چیه؟ خدا کی آمده گذاشته؟ آمریکا. شوخی نیست، خود امریکایی رو منتشر کردن. از اونجاست که الان جمهوری اسلامی اینو نفوذ کرده، نفوذ که کرده تا این حده. چون با پول اینا، یادم یه موقعی میگفت آقا اگه با دختر و قدرت، یعنی با سکس تو نتونستی اینا رو بخری، با پول یه چمدون دلار بهش میدی یارو افسر چقدر. نمیگن به شما، به شما نمیگن. خب حسن صباه این قدرت رو داره، موفق هم میشه و بخشی از جهان هم حکومت میکنه. تو جنگ فاطمین با عباسین با خانواده تنفانی، خب این قهرمان رو میخوان برای ما نابود کنن. صلاح الدین ایوبی کرده، میخواد باش بجنگه، احضارش میکنه، میگه تو ایرانی هستی، منم ایرانی، ما برای ایران باید بجنگیم نه برای عرب ها. صلاح الدین ایوبی رو عدم میکنه. و بعد حسن صباه درست مثل یعقوب لیث، ولی چون حسن صباه با غربی ها با روم جنگیده، همونی که قرآن میگه ما نابودتون میکنیم، چون با روم جنگیده روم رو ترسونده، اینا بهش میگن جنایتکار حساسم، ولی از بقیه تجریم کن. حسن صباه مثل یعقوب لیث میگه من پارس ایرانی هستم، پارسی مینویسم، همه این نامه هاشو به پارسی مینویسه، به هر کسی که مینویسه میگه اونجا باید خود اینا بگردن مترجم پیدا کنم، با اینکه 4-5 تا زبون بلده، تو مصر آموزش نظامی دیده. حالا من از مصر بسیار سپاسگزارم. مصر از سالها پیش که انور سادات به شاهنشاه معوا داد، من سپاسگزار سادات، بانو جهان که از دنیا رفت فرزندان سادات بوده و هستم، و الان به ویژه با ساختن این سریال پرخرج و بزرگ ازشون واقعا سپاسگزار هستم. این رو همتون ببینید، خیلی زیبا و خوب و مؤثره. اساسا نیستن، اینها قهرمانان ها هستن، از علم گیاهی، داروسازی گیاهیه که از اوستا و زرتشت و میترا به ارث برده بود. حسن صباه آشنایی داشت به این قضیه. حشیش یعنی علف، یعنی سبزیجات میکاش که دارو در می آورد و از طریق دارو نفوذ کرده و همه جای دنیا مریضا رو خوب میکرد. اینا این خلا فکر میکردن این حشیشیه که اینا میکشن خودشون، ولی اینا میکشه یارو مست میشه میره یارو رو میکشه. آخه حشیش که میکشه که نیم ساعته که، یارو که یک ماه با اسب میدویده میرفته فلان جا رو یارو رو بکشه، و کجا حشیشی بوده؟ میگفتن این خیام همش ترانه ها رباعیات یه سروده به خاطر بوده که کمک به حشیشه میکرد. امیر مألوف نامرد اینا رو نوشته، امیر مألوف فقی نیست. خیلی از شما با خوندن سمرقند امیر مألوف خر شدید. چرا؟ چون از عمر خیام تجلیل میکنه، ولی اون عمر خیام برای اون ضرری نداشته، برای عرب ها و غرب ضرر حسن صباه داشته. حسن صباه رو تروریست و جنایتکار معرفی کن، اینجاست که تو باید بفهمی، اینجاست که تو ما باید ذکاوت داشته باشین. همیشه نیازمند رهبری، استاد، معلم، پیر هستید. در عرفان، در آیین میترا، مثل فراماسون جای دیگه میگه آقا تو رده است، از رده نباید بیای بالا، رده اولت کلاقه. تازه کلاق تو ببین چقدر فهمیده است، کلاق.
بعد هفت رده باید بیایید بالا. تو پس بهتون گفتم که یادتون نره این که شما دیدید و میبینید که هزاران نفر از بچه های روحانیت، آخوندها، قدرت رفتن آمریکا، کانادا، چندی میلیون میلیارد دلار پول بردن، گرین کارت گرفتن، خونه‌های اینا، خود رژیم این کارو میکنه. خود رژیم وقتی که پولاش آزاد میکنن میگن آقا ما به 5 میلیارد دلار از بدهی که داریم بهت میدیم، از این 5 میلیارد دلار تو 30 میلیارد دیگه باید اینجا سرمیزه کنی، 20 میلیارد 18 میلیارد چه باپم میفیسن بعد تهران، مثل که ترامپ هم گفت. خب اون 30 میلیارد دلار رو باید برن تو ناسا، تو دانشگاه های لس آنجلس و جای دیگه و کاری ها هر جای دیگه کالیفرنیا اینا سرمایه گذاری کنن. و از یکی دیگه سرمایه گذاری هایی که اینا کردن زمان اوباما این بود که اینا چند هزار گرین کارت به بچه های آخونده دادن، بچه های قدرت، که هر کدوم اینا چند میلیون میلیارد دلار به اسمشون کردن که به عنوان سرمایه گذاری خود ایرانی در خارج اونجا بمونه. حالا اینا رفتن کاباره زدن، دیسکوتک زدن، کازینو زدن تو لاس وگاس، هتل خریدن، خونه برای خودشون خریدن، اینا همه رژیمه. حالا اگر یک سیستم قضایی شما در آمریکا داشته باشین که بعد دست اینا شکایت بکنه، تمام پولا رو میتونید به ملت ایران برگردونید، چون سیستم دموکراتیک تو آمریکا، اونا از این حالت دموکراتیک استفاده کردن، این پولا رو چون نمیتونستن ببرن ایران اونجا خرج کردن. حالا شما باید این بچه آخوندای حرامزاده به جای آقازاده میگن که با پول ایران اونجا رفتن عشق اول آخر میبینین لخ میره دختر فلان آیت الله میره کنار، اینا همه تو بازیاشونه. حالا اینا نشون بده ما اینا میدونن شما کلک بهتون میزنن، به جایی که بخندید و مسخره کنید و اینور اینا نشون بدید، اینها رو بایستی از سیستم قضایی آمریکا استفاده کنید تا ترتیبی رو بدید. همچنان که باید از سیستم رسانه ها و رایانه ها و اینستاگرام و فیسبوک استفاده کن تا یک حزب اللهی رو ببینید داره تبلیغ گنبد بارگاه و اسلام و اینا رو میکنه و شیخ و آخوند و ملایه ببینید داره یارو تبلیغ میکنه، ترتیبش بدین. همیشه زندگیتون بهار باد، بهارتون سرسبز، دلاتون پر عشق. بابوس عمر از برادرم امیر شجره و مرجان جان عزیز سپاسگزاری میکنم. تا برنامه دیگر بدرود و خدا نگهدار. به نام نامی یزدان پذیرا می شوم مهر تو را از جان، تو را من برگزیدم از میان این همه خوبا، این همه خوبا، بوم خوبا بابا خوبشو بودی، خانم خوشگل شهر امشب عروسی داره، تو قلب شازده دومات قصر بلوری داره، دومات شکاری کردی عجب شکاری کردی، به این عروس نازه چه افتخاری کردی. به نام نامی یزدان تو را من برگزیدم از میان همه خوبان، امشب این دو یار سر بر آستان مهر یکدیگر می نهند با دلی خوش و دانش به این که زندگی جایگاه نبردیست چه فراز و نشیب. دفترهای نفیس پیوند زناشویی به سبک آریایی. مهربان یاران، آیا معنی خطبه عقد و ازدواج که به زبان عربی خوانده می شود را می دانید؟ برای جاودان نمودن جشنهای عروسی خود و فرزندانتان از اسناد بسیار زیبا و نفیس و شیوای پیمان نامه پیوند زناشویی به سبک آریایی، اثر سیاوش اوستا به زبانهای پارسی، انگلیسی، فرانسوی و آلمانی بهره ببرید و هر کجای جهان که هستید برای انجام مراسم از استاد سیاوش اوستا دعوت کنید. تلفن تماس در امریکا 818-232-0778.